بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در یک حمله موشکی به یک ساختمان در کنار بخش کنسولی جمهوری اسلامی در دمشق تعدادی از مستشاران نظامی سپاه قدس کشته شدند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با تایید خبر این حمله اعلام کرده محمد رضا زاهدی از فرماندهان ارشد سپاه در این حمله کشته شده. هنوز اسامی سایر کشته ها منتشر نشده. یک مقام اسرائیلی به ایران اینترنشنال گفته اون نماینده سپاه در امور حزب الله و حماس و شبه نظامیان عراقی بوده. گزارش حاکی از تخریب کامل این ساختمان. در همین حال امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اسرائیل رو مسئول این حمله خونده و تاکید کرده این کشور باید منتظر عواقب اون باشه. اینجا در استودیو شکریا برادوست پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی از دانشگاه ویرجینیا تک با ماست و همکارم اردوان روزبهم از استودیو دیگر ما هست همینجا در واشنگتن دی سی. به ما پیوسته با اردوان شروع میکنم و تازه ترین‌ها در مورد آنچه که در دمشق اتفاق افتاد. اردوان فرداد، نکته ای که هست اینه که رابط عمومی سپاه ساعتی پیش در یک بیانیه رسمی زمینی که اعلام کرد و تایید کرد کشته شدن اعضاش رو، تعداد 7 نفر رو تایید کرد از کشته شدگان. 2 تن از اونها فرماندهان ارشد سپاه بودن و 5 افسر دیگر هم در این عملیات کشته شدن. رابط عمومی کل سپاه پاسداران گفته محمد رضا زاهدی به همراه معاونش محمد هادی حاجی رحیمی و همچنین 5 نفر از افسران به نامهای حسین امان اللهی، مهدی جلالتی، حسین صداقت، علی آقا بابایی و علی صالحی روزبهانی کسانی بودند که در این عملیات کشته شدند. پیش از این هم امیر عبداللهیان اعلام کرده بود که منتظر عواقب سختش باید اسرائیل باشه، اما همونجوری که ما میدونیم این حمله منتسب به نیروی هوایی ارتش اسرائیل هستش. پیش از این هم دولت جمهوری اسلامی گفته بود که با 6 موشک ساختمان هدف قرار گرفته، ساختمان بخش کنسولی، اما ارتش اسرائیل تاکید داره که این ساختمان بخش سفارت ایران نبوده و ساختمان مجاور با بخش کنسولی بوده که مورد هدف قرار گرفته. از جمله نکته هایی که میشه راجبی صحبت بکنیم که کاخ سفید اعلام کرده که در جریان این عملیات قرار گرفته و در حال تحقیق و بررسی بیشتر اون هستش. همزمان باید به این موضوع اشاره کنم، روز گذشته عملیاتی با یک پهپاد به بندر ایلات، در واقع بخشای از بندر ایلات انجام شده بود که دانیل هاگاری تاکید کرده بود که این عملیات با یک پهپاد ایرانی و کنترل و نظارت و مدیریت جمهوری اسلامی انجام شده. ما میتونیم به هر حال این خبرها رو کنار همدیگه داشته باشیم. همچنین نکته بعدی که میتونم بهش اشاره بکنم اینه که بعضی از مقامات اسرائیل اعلام میکنن که آنچه که امروز اتفاق افتاده یکی از ضربات سختی است که به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی خواهد خورد، به دلیل اینکه فرد مورد نظر، یعنی فرماندهی که اینجا در این عملیات کشته شده، شخص خود آقای محمد رضا زاهدی، مسئول هماهنگی و برنامه ریزی در ارتباط با پشتیبانی و هماهنگی تجهیزات و لاجستیک برای حزب الله لبنان، حماس و همچنین بخشی از در واقع نیروهای نیابتی در سوریه هستش. با چنین شرایطی به نظر میرسه که آنچه که الان جمهوری اسلامی داره میگه، یعنی باید منتظر باشن تا عواقبش رو بسنجن، و همچنین عملیات که امروز اسرائیل در مناطق شمالی داشته، تقریبا 10 موضع حزب الله رو هم همزمان مورد حمله قرار داده، به نظر میرسه که شرایط موجود میتونه اتفاق جدیدی در روند جنگ فعلی در بین اسرائیل، غزه و حزب الله باشه.